عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان، امیدوارم هر کجا که هستین حال دلاتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یه قسمت مهمی از تجهیزات سفر صحبت بکنم. برای ما بچهای طبیعت گرد که با خودروهای دو دیفرانسیل سفر میکنیم و بالاخره به نسبت طبیعت گردهای دیگه یه فضای زیادی برای جابجایی بار داریم، یکی از اون تجهیزات خیلی مهممون صندلیاست. صندلی باعث میشه که شما خیلی راحت توی طبیعت بتونی بشینی، اون رو زمین نشستن ممکنه کم کم سفر رو خسته بکنه، روی کیفیت طبیعت گردی اون تأثیر میذاره دیگه. و میز و صندلی و اینجور موارد یکی از اون تجهیزاتیه که خیلی کمک کننده است. ما تو بازار ایران تنوع زیادی تقریبا توی صندلی داریم، از نمونه های خوب ایرانی تا برند های مطرح جهانی. امروز میخوام یه سری از صندلی ها رو که همشون صندلی های خوبی هم، ولی خب حالا طبقه بندی میکنم دیگه از قیمت مناسب تا دیگه بهترین مدلی که تو بازار هست و با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین صندلی، صندلی برند آریامن هستش. صندلی آریامن رو ها طبیعت گردا و کوله نشین ها هم میتونن استفاده بکنن. این صندلی زمانی که جمع بشه میشه یه بسته تقریبا به این اندازه ای و میتونین به کولتون ببندین. جنس تیرکاش آهنیه، نمونه های اروپاییش هم تو بازار هست با جنس آلومینیوم که یه خورده سبکتره، ولی خب میتونم بگم جزء کوچکترین صندلی ولی کارآمدتر، یعنی ما تو محصولات ایرانی جزء صندلیایی که واقعا جواب کار خودشو پس داده. به این آسونیا خراب نمیشه، پاره نمیشه، تیرکاش کج نمیشه و تحمل وزن تقریبا 100 کیلو 120 کیلو رو هم تحمل میکنه. از نظر نشیمن یه خورده فضای عقب‌تر بیام، یه فضای کوتاه‌تری داره. شاید اگر مثلا اهل میز و صندلی باشین که روش بخواین غذا بخورین، یکم این کوتاه بودنه به خاطر اکثر میزا سایدشون یه خورده بالاتره شاید سخت باشه. البته داریم ما میزایی که حتی کوتاه‌تر هستن، مناسب هست برای این صندلی‌ها، ولی از نظر نوع نشیمن خیلی میتونم بگم صندلی راحتیه. گودی کمر رو پر کرده، قشنگ نشیمنگاهتون رو در بر گرفته و خیلی حالت لشتوری داره، یعنی زاویهش جوریه که عین صندلی 206 چجوری تنظیم میکنین رو حالت عقبی، یه خورده حالت لشتوری داره و واقعا خستگی رو میگیره. از نظر بذار نیمروخ هم بتونم بهتون نشون بدم، توی اینجا میبینین زاویه کمر چقدر زاویه قشنگیه و خیلی راحته. واقعا جزو صندلی هایی که قیمتشون معقوله. مجید، صندلی آریامن چند؟ 850 تقریبا. الان در شهریور ماه 1403 قیمتی هلوش 850 معقوله تقریبا. صندلی بعدی هم باز یه برند دوباره ایرانیه به نام برند کایوت. برند کایوت میتونم بگم یه نمونه کپی برداری شده از صندلی ARBه. همونجور که میبینین یه سازه خیلی خوب و قشنگی داره، دسته های آلومینیومی. حتی کایوت چند مدل صندلی داره الان نمیدونم به این صندلی چی میگه، ولی ما میگیم حالا تمون طرح ARB ها. صندلی راحتیه، دسته های آلومینیومی که خیلی شما رو راحت میکنه. سایز صندلی خیلی سایز استاندارد با وزن 120 کیلوگرم هم خیلی راحت میتونین روش بشینین. بسترش خیلی خوبه، کمر تقریبا گودی کمر رو پر کرده. اگر از این فضا بهتون نشون بدم تقریبا راحته، یعنی شما میتونین یه نشیمن خیلی راحتی رو داشته باشین و این دسته هاش هم خیلی چیز خوبیه. فقط چون برای سبکسازی آلومینیوم استفاده شده، تو ایام سرد سال یه خورده میتونه این سرد باشه، اذیت کننده باشه، که روش حتی یه دونه کاور ارائه شده، چه تو نمونه ARBش که از اون کپی کردن، چه تو همین نمونه ایرانی این آپشن رو داره که شما بتونین بگیرین. این صندلی هم جزء صندلیه که خیلی اگه نگاه بکنین سازه های قوی داره، پارچه خوبی براش کار شده و تحمل وزن 120 کیلوگرم رو راحت داره. حالا شاید هم بیشتر هم جواب بده، تا 150 کیلوگرم هم شاید خود کمپانی اعلام بکنه، ولی تا 120 کیلوگرم جواب میده. جزء صندلی های تقریبا خوب بازاره. بچه قیمت کایوت چنده الان؟
2500 قیمتش تقریبا الان 2500 و بازم میتونم بگم جزء قیمت‌های خیلی مناسبه به نسبت کاراوری که داره و از اونجایی هم که یه جوری های کپیه، یعنی کپی کردنش، خب بالاخره مهندسی سازه، یعنی اون علم یه صندلی راحت پشتش هست. صندلی بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم از برند ونگوه. ونگو یه برند انگلیسیه که حالا مثل برندهایی مثل حالا اوزتریل و اینا قدیمی هن تقریبا محصولات زیتولگا. این صندلی هایی میبینی خیلی خسته است ظاهرش، تقریبا جز اون صندلی هایی که من اولین صندلی کمپم بود که خریدم. نشیمن فوق العاده راحت تر، یعنی از نمونه های ARB هم حتی راحت تر این صندلی. یکم میتونم بگم بعد این 10 سالی که استفاده شده خب یه خورده خسته شده ولی همچنان سالمه، نه پارچه ها پاره شده نه پوسیده شده. خیلی صندلی لشتر مانندیه، تقریبا میتونم بگم سبک همون نمونه کایوتی که الان توضیح دادمه، جدا از اینکه این دسته ها خب اون راحتی ها نداره، این دسته پارچه ای یه خورده شاید بگم ناراحت تر از دسته فلزیه، ولی خب تو بحث نشیمن فوق‌العاده راحته. یعنی شما باز میتونین از این زاویه هم بهتون نشون بدم یه نشیمن خیلی راحت داشته باشین و حتی مثلا بعضی موقعا دیگه ما خیلی دیگه مثلا میخوایم لش کنیم این شکلی هم حتی روش میشه نشست و واقعا راحته. خیلی وقته که تو بازار ایران زیاد نیست، کمیابه ولی دارن. فروشگاه های مثل آفرود بازار، کانتی کمپ همچنان فکر میکنم این برند رو کار میکنن و یه قیمتی هول و هوش 5-6 تومن تقریبا تو بازار داره. با نمونه های بعدی که معرفی میکنم تقریبا تو یه قیمته که باز حالا سلیقه‌ایه، ممکنه با این نشیمن یه سری افرادی که خیلی سایز بزرگی دارن راحت تر نباشن نمونه های ARB یا کایوت رو براشون انتخاب بکنن. نمونه هایی که یکم جمع جورترن خب چون توش بیشتر فرو میری راحته، ولی خب مثلا میخوام بگم این صندلی واقعا جواب کار خودش رو پس داده. یکی از صندلی ها خیلی راحت جمع میشه، شما یعنی با یه حالت اینجوری صندلی رو جمع کردی به نسبت بقیه از اینا راحت تره و پهن شدنش هم که تمام. بریم سراغ صندلی بعدی. صندلی بعدی بده اول اینو معرفی بکنم. این دقیقا همون نمونه‌ایه که کایوت ازش کپی کرده، برند ARB مدل تورینگ، جزء صندلی‌های فوق‌العاده محبوب بین بچه‌های طبیعت‌گر ایرانی. خب همون توضیحاتی که در مورد نمونه کایوت دادم و شما با متریال کمی بهتر تجربه بکنید. دسته های خیلی خوب مناسب، نشیمن و پارچه خیلی قشنگ، گودی کمر پر میشه، تقریبا صندلی سبکه، یعنی با کایوت میتونم بگم تو یه وزنه. آلومینیوم نیست پایه هاش، آهنه ولی خب خیلی محکمه. تقریبا نمیتونم خیلی فرق بذارم بین کایوت و این نمونه ولی یکم روی این احساس بهتری داریم، جدا از بحث این پلاستیکه و این آلومینیومه که قشنگ مشخصه که مثلا کیفیتشون متفاوته. من چون خودم تو کار تزریق پلاستیکم الان قشنگ میتونم بگم قالب این خیلی قالب آبکاری شده است، اون حالا نمیدونم چرا ولی یه خورده جنس پپه پایین تری استفاده شده از نظر متریالی حتی نوع موادش و دسته آلومینیومی هم تقریبا همونه. پارچه هم کیفیتشون نمیتونم بگم کدوم بهتره ولی خب ARB هم جواب خودشو پس داده. اینجا براتون دو جیب گذاشته، یه دونه جالیوانی، این ورش هم که یه حالت میز داره، شما میتونی باز یه لیوان قرار بدی، یه سری وسایل قرار بدی، پشتشون هم که دوباره یه دونه حالت جیب. اینجا رو میبینین این صندلی پاره شده، اگه اینجا بهتون نشون بدم مشخصه. این به دلیل حالا یه جورایی میتونم بگم استفاده نادرست خودم بوده. اینم جز صندلی هایی که من تقریبا 5-6 ساله دارم استفادهش میکنم و ازش خیلی راضیم، ولی خب اینم باید در نظر گرفت که صندلی هم بالاخره حالا اگه خیلی خوب ازش استفاده بکنین شاید مدت بیشتری براتون کار بکنه، به نگهداری خودتون هم بستگی داره، ولی بالاخره باید بدونین که صندلی ها عمرشون محدوده و چیزی به عنوان مادام العمر نداریم، ولی خب فکر میکنم مثل ونگوه 10 سال رو کار بکنه و خیلی ها مدت زمان 10 سال. صندلی بعدی میشه سری جدید ARB. حالا جدید که میگم نه برای سال 2024، بعد از اون مدل
این مدل تولید شد و الان دو سه مدل جدیدتر هم تولید شده که اونا رو من ندارم بهتون معرفی بکنم. ولی توی این نمونه یه اتفاقی افتاد، یه خورده صندلی تو ابعاد بسته‌بندیش نازک‌تر ولی درازتر شد و یه سازه جالبی که داره این بحث خمیه که دو گودی کمر شما میگیره. یعنی شما زمانی که رو این صندلی میشینی، تفاوتی که با اون یکی صندلی ها داره این زاویه است. شما میتونی یه خورده حس چیز بگیری، به نسبت همون راحت تره، یکم کوچیک‌تره. شاید بگم برای افرادی که نشیمن خیلی پهنی دارن یا باستن خیلی گنده‌ای دارن مثل رفیقمون خشایار، شاید یه خورده روی این صندلی نشستن مثلا این میله ها به پاهاشون بگیره. مسلما نمونه چیز برای افراد بیگ خیلی مناسب تره و از نظر کیفیتی هم نمیتونم خیلی فرق بذارم، ولی احساس میکنم که یکم حتی با کیفیت تر کار شده توی یه سری اجزایی مثل این قسمت های پلاستیکیش. توی این نمونه یه دونه جالیوانی کوچولو اینجا داریم، یه دونه جیب این پشت داریم و همین، یه دونم فکر کنم جای چوب ماهیگیریه که این بغل براتون گذاشته، جای چتره، نمیدونم، یه حالت گیره مانند این شکلی. خب بریم سراغ صندلی بعدی که جزو محبوب ترین صندلی های این مدت بازار میشه. این نمونه قدیمیش که مال خودمه و بذار من اینم وردارم یه دقیقه نمونه جدیدش هم نشون بدم. و این هم نمونه جدیدترش که مال سال فکر کنم 2023-2024. به اینا میگن صندلی‌های به اصطلاح مبلی. برند آیرون من تولید کرده، چند تا برند دیگه هم تولید کردن، ولی خب به نسبت صندلی‌های دیگه گرون قیمت‌تره. از ظاهرشون میتونید متوجه بشین تمام بسترتون رو پوشش میده. مثل این صندلی‌ها گوشه‌هاشون خالی نیست، یعنی زمانی که یه جایی باشین باد سردی بوزه، خب این انگار یه پتو دور خودتون پیچیدین. من چه نفس میزنم. تو نمونه قبلی حالا یه خورده خسته شده نمونه مال خودم، حالت این کاسه مانند داره. شما قشنگ این مبل داخل خونه خیلی میتونم بگم به نسبت بقیه راحته. دسته هام که در امتداد این مسیر قرار داره، یعنی ترکیبی از فلز آهن تیرک زیرش و پارچه و خیلی راحت. تو نمونه جدید هم نمیتونم بگم خیلی فرقی میکنه، یه خورده تو طراحی فرق کرده و یه خورده احساس میکنم تو قسمت گردن. توی اون نمونه این گردنه رو پوشش نمیده، توی این نمونه من یکم از زاویه گردن اینجا انگار که گرفته. حالا نمیدونم، شاید سلیقه‌ای باشه، من احساس میکنم نمونه مال قدیمیه یکم حتی راحت تره یا این قابلیت تنظیمی داره. آره تنظیم هم میشه اینجوری. خب در مورد میتونم بگم تیرک ها و اینجور مسائل هم واقعا با کیفیت تره، یعنی از نمونه ARB هم یه لول آیرون من قوی تر زده و فکرم میکنم وزن بیشتری رو چیز بکنه. نمونه های قبلی رو دادن قیمتش رو بگم. بچه تو آیرون من ARB ها چند قیمت الان حدودن؟ حدودن 5 میلیونه با ونگو توی یه رنج قیمته. توی نمونه آیرون من فکر کنم 9 تومن بود. حسین درسته؟ حسین آیرون منو چند خریدی؟ 8400 تقریبا. حالا توی بازه 8 تومن 9 تومن معامله میشه. میتونم بگم از این گرونتر شاید دیگه نداشته باشیم. یه سری صندلی های دو نفر است که از این گرونتره. حالا جدا از بحث گرونی واقعا ارزشمنده. بله من شاید یکی دیگه هم واسه یاسمن بگیرم. تو نمونه جدیدم میگم یه خورده طراحی آیرون من متفاوت شد امسال از این لوگو حالت مرد خیلی بادی بیلدینگ سبز اومد رسید به یه دونه قول بادی بیلدینگ باید بگم به یه دونه لوگوگر فونتوگرافی، یعنی فقط دیگه آرمشو زده. ترکیب صندلی شده مشکی و خطای فسفوری و توسی توی این نمونه سبز یشمی و سبز فسفوری و جیب هم پاشو بیا اینجا. و جیب هم این تو نمونه قدیمی جلو قرار میگرفت، جیبش تو نمونه قدیمی باشه، تو نمونه جدید جلوشه و نمونه قدیمی عقبش. حالا از یاسمن که خیلی به راحتی علاقه منده
بگو ببینم کدوم صندلی برات راحت ترینشونه. سلام. خب آیرون من، ولی ونگو هم جزو صندلی قدیمیامونه. از ARB من بیشتر دوست دارم، راحتیشو خیلی بیشتر. چرا؟ چون یه کم یاسمن به نسبت من یا مثلا افرادی که یه خورده پهن‌ترن جمع و جورتره، و ونگو برای جمع و جورتراهای خود به نظرم صندلی راحت‌تره. من میشه اولین، یعنی مدل رتبه اولو میگیره، بعد ونگو، ARB. ایرانیانم نشستم راستش بخواید. ببین به نسبت قیمتی بخوای نگاه بکنی، الان یعنی آریا من تقریبا 1/9 اینو داره. مرسی هستم آنجا، ممنون ازش. 1/9 این قیمت رو داره و واقعا هم کار رو میندازه. حالا شاید 10 سال براتون کار نکنه، ولی کار آمده. من مثلا برای سفرهای میرم به سمت جزیره و لوکیشن هایی که نمیتونم با خودم ماشین ببرم، خب آریومن گرفتم و همچنان داره واسم کار میکنه، راضیم. ولی میخوام بگم که سخت نگیرین، اینم در نظر داشته باشین. نمونه آریومن تقریبا میشه گفت یه پک انقدری میشه. نمونه های ARB یا حالا آیرومن بزرگترینشون که این نمونه است، یه ابعاد جمع شده این اندازه ای داره و واقعا بزرگه. یعنی شما زمانی که حساب کنید این قد من 190، یه ابعاد بزرگی رو شما مجبوری که حالا روی خود رو تو باربند بخوای ببندی، داخل ماشین بخوای جا بکنی، ابعادشون کم نیست. همون قدی که راحتی بهتون میده، خیلی هم فضای زیادی رو توی قسمت بار خودتون اشغال میکنه. با توجه به اینجور مسائل میتونید بین این صندلی که گفتم انتخاب بکنید. و هست مدل صندلی های دیگه که حالا هم ارزون تره هم قیمت ما بین اینو داره، ولی شاید بگم صندلی های خوبی نبوده. یعنی میتونم بگم بین بچه های طبیعت کرد تقریبا 90% دارن از این صندلی ها استفاده میکنن. یه صندلی هایی هم هستش که مثلا سمت سرچشمه و اینا برین، نمونه شبیه به همون ونگو قرمزه که نشونتون دادم، ولی خب کوچولوتر و جمع جورتر، ولی متاسفانه مقاوم نیستن. چه تو بحث پارچه و چه توی تیرک ها صندلی هایی هستن که خیلی زود کج و کله میشن، پاره میشن. و اینو در نظر بگیرین، ما چون لوکیشن های طبیعت گردی میریم، ممکنه یه جایی زمین صاف نباشه، صندلی حالت سلینگ واسه درست نیست، در اصل میان صافشون قرار بده. ولی میخوام بگم که با تو محیط های خیلی خشن تری هم استفاده کردیم، مثلا منطقه مثل کویر شنه، ممکنه پایه ها فرو بره، نمیدونم منطقه های مثل حتی بردین تو رودخونه، مثلا تو سفر قبلی ما اینا رو استفاده کردیم، کیف جواب خودشونو پس دادن. یعنی همون یراقالاتشون، پلاستیک ها و اون تیرک هاشون به قدری خوب و مقاوم هستن که تقریبا دارن برای مثلا مصرف، نمیخوام حالا بگم 10 سال، چون رو 5 سال با استفاده خیلی بیرحمانه اگه حساب بکنی تقریبا براتون میتونن اون بکنن. امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه. ما رو دوباره همچنان دنبال کنین که قراره یه عالمه از این معرفی میشه بهش گفت، چه میگن، مقایسه میشه گفت، از این برنامه براتون داشته باشیم تا انشالله شما هم براتون تو لوکیشن های طبیعت گری بتونین بهترین تجهیزات باب دلتون رو انتخاب بکنین. بله.